بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند سلام بر شما، به این برنامه ساعت سیاسی خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا دیروز گزارشی از وضعیت تروریسم در سال 2014 در جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش تنها در سال گذشته میلادی 33,000 نفر در نتیجه رویدادها و حملات تروریستی در سراسر جهان جان باختند. این گزارش تاکید می‌کند که تهدیدهای تروریستی در جهان روندی فزاینده یافته، اما با این وجود تلاش جهانی در مبارزه با تروریسم مؤثریت‌هایی در این راستا داشتند. در ابتدای انتشار این گزارش اما انتقادهایی نیز نسبت به این گزارش در سرخط خبرهای رسانه‌های جهان قرار گرفت. نقدهایی که بیشتر به شفافیت این گزارش پرداخته و سوگیری‌های سیاسی آمریکا در تهیه این گزارش را بازتاب داده. اینکه گزارش وزارت خارجه آمریکا تا چه حدی منطبق بر حقایق و واقعیت‌هاست پرسش اصلی این برنامه ساعت سیاسی است. بدین منظور وضعیت تروریسم در جهان و تحلیل گزارش وزارت خارجه آمریکا را همراه با میهمانان گرامی برنامه به بحث خواهیم نشست. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان و جناب آقای استاد سید مسعود استاد دانشگاه هستیم. سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید. قربان شما. جناب آقای سجادی، بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت تروریسم در جهان، حملات تروریستی در سال 2014 در 95 کشور جهان در حقیقت به وقوع پیوسته، اما تمرکز این حملات بیشتر در 3 منطقه از جهان بوده: خاورمیانه، آسیای جنوبی و غرب آفریقا. چرا این مناطق؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما بینندگان محترم و جناب استاد. امیدوارم که طاعات و عبادات همه هموطنان ما در این ماه مبارک مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره. خدمت شما عرض کنم که پدیده تروریسم بعد از دوران پایان جنگ سرد تبدیل شد به یکی از محورهای اساسی در سیاست بین الملل. البته این سخن به این معنا نیست که قبل از دهه 1990 ما شاهد عملیات تروریستی نبودیم، بلکه قبل از او هم عملات تروریستی در برخی از نقاط جهان وجود داشت، اما به صورت بسیار جدی و برجسته بعد از فروپاشی تا جمهوری شوروی و پایان جنگ سرد و آغاز ساختاری جدید در نظام بین الملل، پدیده تروریسم به عنوان یک مسئله اصلی در سیاست بین الملل مورد توجه قرار گرفت. برخوردی که با این پدیده صورت گرفته تا کنون عمدتا یک برخورد سیاسی بوده تا یک برخورد دقیق و کارشناسانه به عنوان یک معضل جهانی. تمرکز یا اینکه به هر حال حوزه هایی که در بحث تروریسم از او در گزارش که شما مطرح کردید یادآوری شد، یا بیانگر ایست که نوع نگاه سیاسی غرب و همچنین کسانی که گزارش های این چنین را منتشر میکنه در ارتباط با تحلیل تروریسم و این پدیده تاثیرگذار بوده است. ببینید، در سال 1993 آقای ساموئل هانتینگتون مقاله برخورد تمدن ها را نوشت و در اونجا ادعا کرد که پایان جنگ سرد به مفهوم عبور از یک مرحله رقابت نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ به سوی شکلگیری رقابت‌های فرهنگی و تمدنی جدید است که غرب با رقابت‌های جدید و رقبای تازه روبرو است و در خط مقدم رقابت در برابر تمدن فرهنگ غربی تمدن اسلامی یا اسلام سیاسی قرار خواهد داشت. از همون موقع نقد هایی که بر دیدگاه ساموئل هانتینگتون نوشته شد در واقع بیانگر این بود که آقای هانتینگتون و صاحب نظران غربی تلاش میکردند که به جای تهدید یا خطر مارکسیزم، این بار از خطر جدیدی به نام اسلام سیاسی سخن بگویند تا از این طریق سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا رو به سوی
یک نوع دشمنسازی جدید در بیرون و همچنین ایجاد انسجام در داخل هدایت بکنند. حالا بحث این سه منطقه دقیقا در همین چارچوب ما به تدریج شاهد شکلگیری بحث تروریسم در چوکات بنیادگرایی اسلامی یا افرادگرایی اسلامی یا چیزی که غربی ها بیشتر از او به نام اسلام سیاسی سخن می گفتند روبرو شدیم. سه حوزه ای که شما در گزارش از او یاد کردید، خاورمیانه، آسیای جنوبی و غرب آفریقا، بسترهایی است که به گونه های مختلف مرتبط است با حوزه تمدن و فرهنگ اسلامی و جریان های اسلامگرایی یا چیزی که به نام اسلام سیاسی از دیدگاه غربی ها مطرح میشه. و هنوز هم آنچه که به نام توریسم در ادبیات غربی ها و به خصوص آمریکایی ها از او سخن گفته میشه بیشتر متمرکز روی قلمرو جغرافیایی و تمدنی اسلامی است. به همین لحاظ بحث خاورمیانه و غرب آفریقا و خدمتتون عرض کنم آسیای جنوبی تا حدودی در این ارتباط پررنگ مطرح میشه. آقای سجادی، کلیت صحبت شما به این مسئله اشاره داره که ناامنی ها و پرورش در حقیقت گروه های تروریستی در این مناطق در حقیقت ساخته و پرداخته شده هست از سوی محافل غربی و به نحوی در حقیقت در چارچوب یک برنامه تبیین میشه که از قبل برنامه ریزی شده و حالا در این حوزه تطبیق میشه. اما مخالفانی هم داره این روی کرد و از این روی کرد به عنوان تئوری توطئه یاد میکنند. ببینید، من نمیخوام با تئوری توطئه تحلیل بکنم، ولی هیچ چیزی در دنیای سیاست اتفاقی نیست. اگر ما بپذیریم که تروریسم یک پدیده سیاسی است، خود به خود تبدیل به چهره پروژه‌ای خواهد شد و نشان میده که پشت سرش باید برنامه هایی باشه و کسانی باشه که این رو مدیریت میکنه و پیش میبره. شما زیاد نبرید که ریشه های آن چیزی که به نام القاعده از او در دهه 2000 به بعد مطرح شد برمیگرده به دوران جنگ سرد و این چیزی که خود آمریکایی‌ها و نویسندگان و تحلیلگران غربی و آمریکایی هم روی او صحه گذاشتند، و یا اینکه چیزایی که بعداً تبدیل شد به نام امروزه در کشور ما به نام طالب یا در بین منطقه ما افغانستان و پاکستان و یا امروزه به نام دایی چیزایی که مطرح میشه، اینا ریشه هایی داره در گذشته ها، پیشینه تاریخی میتونه داشته باشه. این پیشینه تاریخی رو وقتی که شما تحلیل میکنید در تبارشناسی این رخدادها به این نقطه شما میرسید که به نوعی در یک مقطع های خاصی سیاست کشورهای غربی و قدرتهای بزرگ گره خورده منافعشان به حمایت و در واقع ترویج این جریان ها. ببینید، در دوران جنگ سرد به خوبی ای حضور این جریان ها و حمایت از این جریان ها توجیه میشه برای مقابله با خطر مارکسیزم یا جبهه سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی، و از امو زمان هست که این ریشه ها کم کم شکل میگیره و بعداً در قالب افرادگرایی یا بنیادگرایی ضد غربی از او سخن به میان میآید. یعنی تا یک مقطعی که همسویی داره با منافع قدرت های بزرگ غربی، اون موقع خیلی برجسته و بزرگنمایی نمیشه تهدیدات اینها برای امنیت جهانی. از زمانی که بالاخره اون مصرف به پایان میرسه، تاریخ مصرفشان، مقطع جدیدی در سیاست های جهانی آغاز میشه، شما میبینید که از این پدیده ها به عنوان خطرات تهدید کننده صلح و امنیت جهانی یاد میشه، و الا این پدیده ها در دوران جنگ سرد و دهه 80 و قبل از دهه 90 هم وجود داره در سیاست بین الملل، اما مورد توجه قرار نمیگیره. سپاسگزارم هستم. جناب آقای مسعود، در این گزارش، یعنی در گزارش وزارت خارجه آمریکا، ضعف و ناکامی دولت های برخی کشورها در حقیقت عامل اصلی دانسته میشه در ظهور و بروز گروه های تندرو و تکفیری و تروریستی در مناطق مختلف جهان. آیا این ضعف و ناکامی دولت ها تنها عامل به وجود آورنده این گروه های تروریستی هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر دکتر سلام، چون سلام بر بیننده های عزیز ما. مبارک میگم ایام رمضان، خدا نعمت به تهم میگیره که بتوانن چنین عبادت بزرگ را به سر برسانن. خدمت عرض شود که عمدتا متن خود گزارش بر ما بسیار جالب است و ارقام ارائه شده 35,000. سوال روی 35,000 است که آیا 35,000 واقعا او رقم دقیق است که تمام مردم قبول میکنه از حرکات تروریستی، یا قسمتی از تروریسم است که به گفته غربی ها و خصوص از ولایت متحده آمریکا مطابق به اهداف خودش تعریف میکنه. به این معنا که از دولت های تروریستی
که عامل اساسی تروریسم و در حقیقت نوع ایجاد کننده تروریسم بین المللی است بحث وجود نداره. و امو حرف یکی از کارمندان کلان ملل متحد که به افغانستان آمده بود که قبول نمیکرد تروریسم دولتی را، یک بار دیگه در مسئله آدم میتونه ببینش. فکر میکنم که به دوام حرف دکتر که حرکات نوع حرکات سیاسی است، اما قسم که آدم ربایی که یکی از پدیده های بد در سطح دنیا است و جز حرکات منافی ملی امریکا لب تعریف شده و در حقیقت بعد از اینکه رئیس جمهور پاناما را در حقیقت اینا اختطاف کردن بردن و محکمه کردن، آدم ربایی جز از گپ های اساسی سیاسی خودشان آله است در پالیسیشان. از این لحاظ تروریسم از آسمان نامده و تروریسم هم سر به خود هم ایجاد نشده. تروریسم از سال 1945 به بعد پای انداخته شده، به این معنا که موقعی که روزولت حرکت میکنه به طرف شرق میانه به خاطر از اینکه بتونه تسخیر کنه و در حقیقت کارهایی را انجام بده به خاطر گرفتن تمام منابع معدنی نفتی شرق میانه، در اونجا می نویسه که ما در اونجا چیزی عامل مهمتر از طلای سیاه را پیدا کردیم، او عبارت از فاندیمنتالیسم و اکستریمنیزم است که در حقیقت میتونه یک سد دیوار بسیار قویه در مقابل نفوذ کمونیسم و سوسیالیسم در این منطقه شود. معنا داره که از او به بعد حرکات بسیار مخفیانه دستگاه ها حرکت میکنه تا دیوار بزرگ در مقابل این اندیشه دیگه بسازه که در اون اندیشه در حقیقت اندیشه اسلامگرایی و حرکات اسلامگیری مانند تمدن بسیار بزرگ در رده دوم قرار داشت. معنا داره که دشمن اصلی که عبارت از ایولای بزرگ به منظور شاندن تمامی سیاست های غربی و تطبیق از در کشورهای روبنگشاف کشورهای خودشان در خط روسیه بلا بود که خرس سفیدی بود که باید هر آن امکان داشت که حرکت کنه و باید او یک ترس به وجود بره که در قدر مو تیوری دشمن سازی که پایه گرفت. حالا این شکل ما میگیم که سوال اینجاست که آیا دولت هایی که در این نقاط وجود دارد، دولت ها خودشان آزاد است؟ آیا دولت ها به صورت خودشان خودکار آمدن، به صورت انتخابی آمدن؟ یا دولت ها به صورت نوع حرکت های سیاسی که غرب به کار میبرد او را به وجود آوردن و در مقابلش همچنان کسای دیگر شاید همشان نه بلکه تعداد بسیار زیادی هست از نیروهای تروریستی را تقویه میکنند؟ شما فرض کنین که امیل لحظه در کجاها نام تروریست شما بگیرین که دولت ها با آمریکا رابطه نداشته باشه، در کجا شما میبینین آمریکا با دولت هاشون رابطه داره؟ از این لحاظ حتی به منظور به وجود آمدن یک شبکه کلان تروریستی آمریکا سعی کرد که بهار عرب به وجود بیاره. جناب استاد، مثلا اگر یک مقدار عینی تر صحبت بکنیم، یک نمونه های بیان شده به نظرم خوب هست که باید. مثلا حالا شما از دولت های تروریستی در حقیقت نام بردین و یا اینکه حالا کشورهایی که میزبان تروریسم هستن و از طرف دیگر هم با آمریکا رابطه دارن، کدام کشورها؟ خب ما میخوام که دوام بتونم حرف خدا که در حقیقت بهار عرب که روزای اوله که ما شما در میز برام خزان عرب بحث میکردیم به معنای زدودن تمامی مرکزیت هایی که باید در این کشورها به وجود میشد و پارچه شدن یک کشورها و ضعف کشورها و ایجاد چنین نیروهای کلان تروریستی در این کشورها و نوع یک برتری بزرگ از یک دولت تروریستی که اسرائیل است در حقیقت معنی میداد که حالا در حقیقت او چنین چیز آمده. شما در حقیقت هیچگاه در این چی شما در این گزارش نامی از مثلا غزه برده نشده، نامی از یک جای دیگه که ضربه خورده وجود نداره. معنا داره که اسرائیل منعیس بزرگترین عامل تروریسم دولتی در جهان شناخته شدگی است. در پالوش خود از روی متحده آمریکا حرکات را که انجام میده در حقیقت تمامی او جنبش های آزادی بخش ملی را که در مقابل غرب و مقابل نظام حرکت میکنه به نام تروریست میشناسه و تمامی نظام های و تمامی او حرکات دیگه ولو قاتلانه باشه، ولو که در حقیقت به منظور ضعف به ضعف کشیدن یک کشور دیگه به خاطر مثلا یا بیراس انداختن یا قتل کردن بالاتر از یک قتل های اضافی که در حقیقت ترور است، او را تقویه میکنه، او را به نام تروریست یاد نمیکنه. مزید من فکر میکنم که غربی ها از تروریسم یک تعریف دیگه داره تا ما. تعریفی که ما انجام میدیم از تروریست کم کسی چیز دیگه است. در حقیقت او در حقیقت نمی حرکت نمی حرکات دهشت افغانی نمی حراس افغانی نمی به ضرر رساندن یک گروه
یک شخص یا یک دولت است که در حقیقت تعریف فرق میکنه. من فکر میکنم که دولت هایی که فعلا در این کشورها وجود داره و مدعی ادعا میشه که این دولت های ضعیفی هستند، خب نمیشه گفت 100% ردش کنه که همشان خوب است، بلکه برای اینکه ما قانون ناس نسبت سر شرطی عقیده دارم و نسبت وجود داره. ولی من فکر میکنم در بسیاری از کشورها دولت هایی که چنین چیزی است، مثلا پاکستان در وجود داره، می لحظه پاکستان نوی حرکت توریسم دولتی را پیش میبره، برای اینکه تعریف توریسم دولتی همی است که در حقیقت حرکت یا به صرف کشیدن اقتصاد و سیاست یک کشور دیگه توسط حرکات غیر مستقیم، خودش توریسم است. توریسمی که ما توریسم کلتوری داریم بسیار خطرناک است. ما در حقیقت چنین دولت ها را همیال شما میشنن همیال میبینین. عربستان سعودی یک دولت توریستی است که در حقیقت همی لحظه در قتل عام یک کشور دیگه مصروف شده و در پالوش خود اسرائیل رو نام گرفتیم و کشورهایی که شکر. وجود دارن. سپاسگزارم. جناب آقای سجادی، حالا چرا در این گزارش از عوامل خارجی در تقویت گروه های تروریستی و تکفیری خیلی حرفی زده نشده، با توجه به اینکه شواهد خیلی زیادی وجود داره، به خصوص در مورد کشورهای خاورمیانه، حالا سوریه را میشه نام ببریم، عراق را و دیگر کشورهای منطقه را، و تا حد زیادی بحث شفافیت و دقت گزارش هم در همین مورد زیر سوال میره. خب ببینید، شما اولا در این قبل گزارش هایی که سوی برخی از نهادها و مجامع وابسته و مرتبط با دولت ها و قدرت های بزرگ منعکس میشه، نباید شما انتظاری یک داوری کاملا بی‌طرفانه مطابق با واقعیت های عینی رو داشته باشید. طبعا پشت سر این گزارش ها ذهنیت و برداشت ها و منافع خاصی نهفته است. هر چقدر که اونا تلاش بکنن که ظاهر بی‌طرفانه و علمی به گزارش های را ببخشن، اما تردیدی نیست که اصلا در ماهیت مسائل سیاسی اجتماعی این گونه است که تحلیل ها و گزارش ها متأثر است از منافع و دیدگاه ها و نقطه نظرات تهیه کنندگان و دولت مردان یا سیاست مدارانی که پشت سر اونا قرار داره. اما در این که خب حالا ببینید تا چی اندازه این مسئله اعتبار یا به اعتباری اینا رو زیر سوال میبره، خب یک بحث هست که تروریسم یک پدیده کاملا اتفاقی و تصادفی نیست، همونطوری که عرض کردم خدمت شما. یک پدیده است که هم در بسترهای داخلی داره، در درون جوامع، یعنی زمینه های داخلی او رو ما باید تحلیل بکنیم که یکی از اونها میتونه مثلا دولت های ضعیف باشه و قول شما، یکی از اونها میتونه فساد باشه، یکی از اونها میتونه فقر باشه و بحث های دیگه ای که بستر اجتماعی ظهور و تولد افرادگرایی و تروریسم را شکل میبخشه. اما این زمینه ها و بسترها زمانی به فعالیت میرسه که پشت سرش یک سری عوامل حمایت کننده و تمویل کننده قرار داشته باشه. عمدتا این عوامل یک بخشش مربوط میشه، یعنی بخش عمدهش مربوط میشه به عوامل بیرونی و خارجی. چرا؟ به خاطر از اینکه در داخل هیچ کشوری، هیچ دولت مردی بالاخره منافع سیاسیشان و همون حفظ جایگاه و قدرتشان اجازه نمیده که اونا بیای خودشان تولید بکنه تروریسم یا مجموعه های تروریستی رو ایجاد بکنه. ولی خب متاسفانه منافع قدرت های بیرونی، منافعی که در عرصه نظام بین الملل وجود داره و بحث های کلان رهبری جهانی در سطح جهان و نظام بین الملل، اینا میتونه با استفاده از این زمینه هایی که در داخلی کشورها وجود داره به تجهیز، تمویل و بسیج حرکت های تروریستی کمک بکنه. از این منظر بسیار طبیعی خواهد بود که انگشت گذاشتن روی عوامل خارجی شکلگیری و گسترش تروریسم در واقع سوالی را فورا در ذهن افکار عمومی مطرح میکنه که این عوامل خارجی کیاست؟ چی کسانی میتونه باشه؟ و طبعا پشت سر این میتونه کارتل های نفتی باشه، پشت سر این میتونه کمپین های تولید کننده سلاح باشه، پشت سر این میتونه منافع قدرت های بزرگی که داعیه هژمونی جهانی رو داره، داعیه رهبری و سلطه جهانی رو داره، پشت سرشون هم میتونه باشه. و طبعا این انعکاس دادن اینا باز با منافع
کسانی که میخواید این گزارش ها را منتشر بکنه به هیچ عنوان سازگاری نداره. از این منظر من فکر میکنم که بیشتر تلاش میشه که تروریسم رو به عنوان یک پدیده کاملا محلی انعکاس بدن و مرتبط بسازن به داخل کشورهای اسلامی یا کشورهایی که به قول شما از رژیم‌های ضعیف و ناکارآمد برخوردار است، که البته به لحاظ زمینه‌ها و بستر اجتماعی درست هم هست، یعنی اینا زمینه‌ها رو فراهم می‌سازه، ولی این مسائل هیچگاه نمی‌تونه که به هر حال عوامل خارجی که حمایت کننده ای هست و تمویل کننده ای حرکت ها هست و تجهیز کننده و سازمان دهنده ایناست، اونا رو نمی‌تونه از نظر دور بداره. متشکرم. اما به صورت حداقل لی هم در بعضی موارد اشاره شده به بعضی از مسائل، مثلا به مورد ترکیه اشاره شده که گفته شده این کشور مسیر اصلی نقل و انتقالات و ترانزیت تروریست ها به سوریه هست. با وجود اینکه خب حتی یک چنین موضوع کوچکی هم از عوامل خارجی مثل ترکیه مثلا در گزارش آمده، ولی فقط در همین گزارش آمده، ولی در عمل چیزی دیده نمیشه، اقدامی صورت نمیگیره هیچ وقت علیه این عوامل خارجی. شما اصلا عمدتاً برنجیسکی که بحث بسیار چکلان در قطع استراتژی که برای آمریکا گذاشت، در یک بحثش ترکیه مانده بود واقعا. امروز من فکر میکنم که ترکیه و ایران دو قطب یا دو محور بسیار کلان کشورهای اسلامی هستند که میتونن که قد برابری کنن. ترک‌ها که در حقیقت نزدیکی با اروپایی‌ها دارن و سخت تلاش میکنن به اتحادیه اروپا شامل شوند و دارای تکنولوژی بلند و در حقیقت میره که به صورت مرکزیت خود ایجاد بکنن و نام عدم شرکت ترکیه به جنگ با سوریه و دوری ترکیه از اسرائیل و بعضی حرکت‌های دیگه که آل انجام میشه به خصوص دفاع از برما و از واقعات برما، نام حرکت‌هایی است که در حقیقت باید عکس موضوع را چنین چیزی در گزارش میآمد. برای شما این فرمانده ترک ها امروز در مقابل تروریست های بودایی در برما در قد قدم علم کرده، ولی این کشور است که در قد نمی صدا بلند میکنه. یا شاید هم ایران که در اینجا در قد منیس یک بلای که میتونه که صادر کنه انقلابات اسلامی رو، به خصوص در جای یمن و غیره مورد مطالعه قرار داده میشه. از این لحاظ است من فکر میکنم که ایران تحت ضربات محکم غربی ها قرار داره، ولی ترک ها که خود نزدیک میکنه بسیار با غربی ها، باید منیس یک دستگاه منس یک دستگاه دولتی که تروریست های دنیا را کمک میکنه و تروریست های اسلامی را باید نشان داده شود. من فکر میکنم این هم بازم سیاسی است. برای چی سیاسی است؟ برای سیاسی است که اگر سیاسی نمی بود، مقایسه دو دولت اسرائیل و ترکیه از لحاظ حرکات تروریستی دولتی، تروریسم دولتی در یک حد بالای متفاوت است. من فکر میکنم که چنین چیزی را باید انجام میشد که مقایسه صورت نگرفته هیچگاه و تنها منس یک راهروی که تروریست ها از یک جای میرن به جای دیگه، به خصوص به نظر از اینا تروریست ها و نمود حرکات کوبانی ها هستن دیگه. من فکر میکنم حرکات های کورت های کوبانی و دل زنا و دل مردای از اینا نه تنها مسئله تروریسم مطرح نمیکنه، بلکه مانند زدودن تروریسم مطرح میکنه. مانند را که در مقابل داعش حرکات بسیار قویه که ترکا کوردا انجام داد، در مقابل چیزی که همین آمریکا میگن که در خطو تروریست است، کدام نیرو در مقابل داعش جنگید؟ و کوبانی ها، هم زن هم مرد، قهرمان های زن و قهرمان های مردش، و اینا یک را داشتن، رایی که ترکا برشان اجازه داد. از این من فکر میکنم که اونمو ادعاهایی که بعض شک های به وجود میاد که شاید هم دولت اسلامی هم به صورت مخفی از آزام آمریکا در قد پشتیبانی صورت بگیره، به خاطر ازی که حرکات در مقابل چنین پدیدیه هم در حقیقت منس یک حرکت تروریستی و کمک با تروریسم در گزارش به وجود آمده، که من فکر میکنم که یک اشتباه محض وجود داره. من هم ایره گفتن نمیتونم که 100% ترکا در حقیقت حرکات خوب انجام میتن، ولی در این مورد، در این مورد که خاص کی گفته، ترکا کاملا برات میگیرن. ترکا هر چیزی باشه در حقیقت نمیتونه که تروریست باشه، به خاطر ازی که اینا سال 1924 به بعد زمینه یک نوع دموکراسی را به وجود آوردن که همیل دموکراسی کلان اسلامی ها در رأس هستن و کلشون کار انجام میتن. جناب آقای سجادی، تمرکز زیادی بر ایران شده در این گزارش و از ایران به عنوان کشور حامی تروریسم یاد شده و به عنوان مثال حمایت ایران از غزه در فلسطین را از مصادیق حمایت ایران از تروریسم دانستند، اما از یک نگاه دیگر این گزارش همزمان شده با مذاکرات هسته‌ای که حالا در دور حساس و پایانی خودش
جریان داره و 10 روزی بیشتر باقی نمانده به پایان مهلت تعیین شده. فکر میکنید که این دوتا ارتباطی به همدیگه داشته باشه؟ خب طبعا نمیتونه تصادفی و اتفاقی باشه. طور که استادم اشاره کردن در ارتباط با ایران از جوانب مختلف و طی سالهای متمادی یک نوع تضاد بسیار آشکار و جدی از سوی غربی ها به خصوص امریکایی ها نسبت به ایرانی ها وجود داره و اعمال فشارهای جدی و همه جانبه نه تنها در بحث اسرائیل چی غزه و بحث حزب الله لبنان و همچنین بحث سوریه و اخیراً هم بحث یمن و کشورهای مختلفی که به نوعی حالا تقابل بین سیاستهای دو کشور مشاهده میشه، این اعمال فشارها از دیر زمان تا کنون وجود داشته. طبعا این گزارش ها نمیتونه روی نتیجه مذاکرات تأثیر مستقیم داشته باشه، اما میتونه در اعمال فشارها و فراهم کردن بستر روانی افکار عمومی جهت ادامه تحریم های جامعه جهانی یا کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران میتونه ممید واقع شود. به این معنا که این گزارش ها به نوعی ایران رو از دید افکار عمومی کشورهای غربی و جوامع غربی در جایگاهی قرار میده که گویا مستحق استمرار و ادامه سیاست تحریم ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی شناخته شود. ای از یک طرف. از طرف دیگر میدانید که بحث گزارش هایی که از جانب نهادهای مربوط به ایالات متحده آمریکا منتشر میشه طبعا در چوکات منافع کلان ایالات متحده آمریکا در سطح نظام بین الملل باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیره. یعنی من طور که خدمت شما عرض کردم نگاه کاملا بی‌طرفانه و ای که بالاخره گاهی اوقات نظرسنجی هایی که حتی اعلام میشه و گاهی اوقات مطالعاتی که توسط برخی از نهادها و بنیادهای تحقیقاتی منتشر میشه اینا اگر نه مستقیم به صورت غیر مستقیم متأثر است از اهداف و منافع کلان ایالات متحده آمریکا و دارندگان قدرت و ثروت در سیاست بین المللی امروزی. متشکرم. جناب آقای مسعود، وزارت خارجه آمریکا در گزارش خودش گفته که در طول سالهای بین 2013 تا 2014 گروه های تروریستی حملات و فعالیت هایشان در عراق، افغانستان و نایجریا شدت بخشیدند، در حالی که این گزارش مغایر در حقیقت ادعاهای کشورهای غربی بخصوص امریکا در مورد افغانستانه که گفته بودند که به پایان مأموریتشان در افغانستان رسیدند و افغانستان دیگر میزبان گروه های تروریستی نخواهد بود. خدمت شما عرض شده که روزای اولم شاید به میزان ما و همچنان دکتر صاحب یا تعدادی از ماها ادعای ارزی داشتیم که در حقیقت ختم شدن یا کاهش یا فروکش کردن فعالیت های طالبا و کسایی که بسون دولت است یا در عراق یا در جاهای دیگه باعث نشده که آمریکا در اقدار آرام آرام رخت ببنده. معنای یک نوع نیمه شکست ما قبول کردیم و در پالوش هم در اقدار گریز از یک مصارف یک تریلیون دلاری که اعضای متحده آمریکا باید از این بیرون برآمد حرکت داد و در پالوش هم شاید هم جانشین یک ایجاد زمینه ها برای جانشین اپوزیسیون بس خوز افغانستان هم مطرح است. شما ببینید که موره هایی که از روی امتدی آمریکا و یا غربی ها و حتی روس ها و یا کشورهای دیگه در کشوری که باشه که موقعی که موره می سازن این موره تا یک زمان و تا یک حدود کارآمد داره و با ختم زمان پروژه ختم میشه و پروژه دیگه آغاز میشه. پروژه دیگه آغاز شده و شما سر و کله پروژه را نو نو در کشورهای دیگه هم میبینین، در عراق و در سوریه در قد نو سرافرازی میکنه و در اینجا هم اساسا سر میزنه که چیزا را نشان بده برای ما. از این رو من فکر میکنم که غربی ها عمدتاً بر هر چیز یک بهانه میتراشند. به گفته حضرت مولانا که خداوند به بهانه میداد و به بهانه میگیرد. 11 سپتامبر بود که در حقیقت غربی ها اینجا آمدن. از این لحاظ است که بسیاری وقتها بحث در این صورت میره که شاید هم 11 سپتامبر نوع حرکت های ساختگی یا خود آمریکا که بود یک ذره ضعیف است یا موساد اسرائیل به خاطر بیرون شدن آمریکا در آمدن به جنوب آسیا و در همسایگی شرق میانه باشه که در همسایگی ایران باشه که در حقیقت اون بازیایی که
بیشتر گفته شد که در درون یک استراتژی کلان از امتدی آمریکا و پالیسی های 100 ساله آمریکا حرکت میکنه که هر استراتژی در درون پالیسیش میشه تبدیل میشه به یک تاکتیک یا پلان تطبیقی. از اون من میگم که عمدتا در کشورهای ما و در کشورهای نیجریا و کشورهای عراق و سوریه و اینجا یا مثلا در لیبیا ما این حرکت ها به صورت خاموشانه نبوده، بلکه این حرکت ها نوع تغییر تاکتیک اپوزیسیون و تغییر تاکتیک تروریست ها از یک مرحله به مرحله دیگه است. شما میبینید که وقتی که غربی ها میبرای از افغانستان عمدتا یک خاموشی چند وقت شما میدیدین و بعد از اون تبدیل تاکتیک صورت میگیره، از یک عملی تروریستی کوچک و انتحاری و غیره با یک عملی جبهی دیگه که حال جبهات مندازل میگیرن و در حقیقت نوی ایجاد یک حکومت کلان به نام داعش و حکومت دولت اسلامی. متشکرم. حالا بریم سراغ بحث مبارزه با تروریسم که در حقیقت میشه گفت از بعد از سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر یعنی در شکل جدید و مدرن خودش ظهور و بروز پیدا کرد. حالا وزارت خارجه آمریکا میگه که نشانه هایی وجود داره از این که روند مبارزه با تروریسم مؤثریت هایی داشته در جهان. حالا به بحث به ائتلاف مبارزه علیه تروریسم در افغانستان میشه اشاره بکنیم یا ائتلاف مبارزه با تروریسم علیه داعش که فعلا در حوزه عراق و سوریه کار میکنند. آیا موافقید با مؤثریت این ائتلاف؟ ببینید ما نتیجه عمل رو باید ببینیم، بعد تحلیل بکنیم که آیا دستاوردی داشته بحث مبارزه با تروریسم یا نداشته. اقداماتی که تاکنون صورت گرفته در راستای مبارزه با تروریسم به جای کاهش و کنترل جریان‌های تروریستی منجر به گسترش و افزایش تروریسم شده. شما از آغاز دهه 90 وقتی که ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت تکتاز با سیاست یک جانبه گرایانه تلاش میکنه که جایگاه رهبری خود را در نظام بین الملل تثبیت بکنه، به تدریج شاهد شکلگیری برخی حرکت‌های تروریستی در گوشه‌های مختلف جهان هستید و همطوری که شما اشاره کردید نقطه عطف و جدی این حرکت رو بعد از حادثه 11 سپتامبر شما مشاهده می‌کنید. از اون موقع تا امروز، از 11 سپتامبر 2001 تا امروزی که ما در 2015 قرار داریم، شما حساب بکنید که آیا حرکت‌ها و جریان‌های تروریستی در مناطق مختلف جهان کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده؟ اگر کاهش پیدا کرده نشان میده که حرکت یا سیاست مبارزه با تروریسم سیاست کامیاب بوده و دستاورد داشته. اما اگر نه، نتیجه عکس داشته، منجر به گسترش حرکت ها در ساعات مختلف شده، نشان دهنده ایه که این سیاست ها نه تنها کامیاب نبوده بلکه نتیجه معکوس رو در پی داشته، به جای کنترل و کاهش جریان های تروریستی خود به تولید جریان های تروریستی در جهان کمک کرده. در این حالت من فکر میکنم سیاست مقابله با تروریسمی که تا کنون تعقیب شده نیاز به بازنگری داره. این باید تجدید نظر شود. به مورد های اشاره شده، مثلا در رابطه با کوبانی یا عین العرب در سوریه تأکید میکنن که اگر حملات هوایی ائتلاف نمی بود این شهر مثلا سقوط میکرد، یا در بازپسگیری شهر تکریت در عراق همین مسئله تکرار میشه. ببینید ما میخوایم بگیم که شما همطوری که مثلا یک دو مورد اقدامات مقطعی و موردی رو استناد میکنید برای کامیابی سیاست مبارزه با تروریسم، از طرف دیگر شما مجموعی حرکت تروریستی را در سطح نظام بین الملل باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدید. از این منظر وقتی که شما این را تحلیل میکنید دیگر داعش محدود در مرزهای سوریه باقی نمانده، دیگر حرکت های تروریستی در کشورهای خاصی محدود نیست. بنابراین این حرکت ها خودش باعث شده که تروریسم در ساعات مختلف جهان گسترش پیدا بکنه و من فکر میکنم که غیر از اون زمینه هایی که در داخل کشورهای مختلف برای ظهور تروریسم و شکلگیری پدیده افراطیت وجود داشته، سیاست مقابله و مبارزه با تروریسم خودش یک سیاست ترویج کننده و تولید کننده حرکت های تروریستی بوده. بنابراین خود این سیاست ها نیاز به بازنگری و اصلاح داره. اگر این سیاست ها همچنان ادامه پیدا بکنه، به جای اینکه ما شاهد کنترل و مهار حرکت های تروریستی و جریان های تروریستی در جهان باشیم، ممکنه خود این سیاست ها منجر به افزایش و گسترش حرکت ها شود.
تروریسم را فقط نمیتوان با عملیات با عملیات نظامی کنترل و مهار کرد. باید زمینه های شکل گیری و ظهور تروریسم را ما شناسایی کنیم، از بین ببریم. بی‌عدالتی، ظلم، تبعیض، بی‌قانونی، فقر و ده ها موزل دیگه ای که در درون یک جوامع بشری امروز وجود داره، اینا باعث ظهور تروریسم و گسترش تروریسم در نظام بین الملل میشه. جناب استاد حضور داره، شما به لحاظ نظام اقتصاد جهانی امروز وقتی شما مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهید، یک نظام کاملا غیر عادلانه و همراه با نابرابری و تبعیض است. تعداد زیادی بیش از 80% جمعیت جهان امروز با مشکلات فقر و تنگناهای اقتصادی روبروست، اما تعداد اندکی 20% جمعیت جهانی که در کشورهای شمال زندگی میکنند از رفاه و آسایش اقتصادی برخوردار هستند. یک چنین جهانی همراه با بی‌عدالتی و همراه با تبعیض و نابرابری، اینها خودش از درون خود تروریسم و افراطگری رو تولید میکنه و این حرکت ها رو نمیتوان با سرکوب نظامی مهار کرد. بنابراین مبارزه با تروریسم نیازمند یک استراتژی جامع و چند بعدی هست که در پهلوی عملات نظامی باید در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برنامه ریزی صورت بگیرد تا آنچه که به عنوان زمینه ها و بسترهای اجتماعی ظهور و تولید تروریسم در این جوامع محسوب میشه، اونا را باید ریشه‌کن سازیم و از بین ببریم. متشکرم جناب استاد. با وجود این که خب به گفته جناب آقای سجادی، ائتلاف ضد تروریسم نتانسته جلوی این حرکت را بگیره، بلکه در خیلی از مواقع باعث قوت گرفتن این جریان شده، چرا هنوز تاکید میشه بر ادامه همکاری ها در چارچوب این ائتلاف؟ خدمت شما عرض شد، عمدتاً موقعی که ادامه میشه که تروریسم شکلش های مرام کاهش پذیرفته و تاثیرات ائتلاف هم بسیار بلند بوده، ما عمدتاً یک معیار داریم بر از این گپ که آیا درست است یا نه. معیار از این مسئله منبع تغذیه تروریسم است. همیشه وقتی شما تروریسم گپ میزنین، با مواد مخدر، با تجارت انسان و تجارت اسلحه مطرح میشه. سه چیز همیشه مطرح میکنن، سه چیز. ما ارقامی را که داریم در این سوالایی که گزارش آمده، هم تجارت مواد مخدر، هم تجارت انسان، هم تجارت اسلحه افزایش سریع انجام داده. این معنای گپی است که در صورتی که منبع تغذیه قوی شده باشه، چگونه میتونین شما بگین که خود چیزی را که او ایجاد میکنه او هم آدم ضعیف شده باشه؟ مثلا من شما من میگم که در افغانستان میاریم، ما 850 میلیون دلار تنها به خاطر ماو کوکنار حرکت دادیم، که شما میبینین که فقط 230 هزار هکتار، بسیار که ما شما پایین کرده باشیم، با 200 هزار هکتار زمین شما همیال با 100 هزار زن و شاید 2 میلیون مرد در اونجا کار انجام میدن. به این معنی که ما منبع تغذیه از اون را و هر کدامی از اون دقیقا منبع تغذیه است که در حقیقت چینی انجام میشه. در حقیقت من میگم که عمدتاً وقتی که اینا تاکید میکنه، ما میگم که این مسئله تروریسم یک بهانه به خاطر موجودیت یک تعداد از کشورها در جای بسیار اساس منطقه است. یک بهانه باید انجام شوه یا یک دشمن ساخته شوه برای یک کشور دیگه که تئوری دشمن سازی رو میگه، یا یک چیز دیگه ای که منافع ملی از اونها در خط نشان بده که منافع ملی ما در خطر است و منافع ملیشون نباید در اونجا وجود بیارن. ببینید که عمدتاً در بسیاری موارد در شما در تشنجات بسیار کلان منطقه‌ای میتونید منافع ملیتون رو پیدا بکنید. قدرت‌های حاکم و کلان همیشه میتونه بوده، هم شوروی ها میتونه بوده و هم آمریکایی ها میتونه بودن. در پالوی شال چین و غیره کشورهای دیگه هم اینی هم است که در صورتی که در منطقه نوی حرکت های آتشگونه صورت میگیرن، در درون چین این آتش منافع ملی از اینا در حقیقت دیده میشه. ببینید که در صورتی که ائتلاف انجام میشه و این ائتلاف در حقیقت بودشان در اروپا با آمریکا نیست، چرا نام عمل سوال برشون پیدا میشه؟ چرا در صورتی که اگر ائتلاف بسیار خوب باشه و تروریسم بسیار چیز بد باشه، در کلمبیا حرکت ائتلاف صورت نمیگیره؟ در آمریکا چرا در اروپا چنین صورت نمیگیره که در آفریقا و در آسیا به خصوص در جنوب آسیا و در شرق میانه چنین گپای صورت میگیره؟ من فکر میکنم که ائتلاف بازم، حتی ائتلافایی که نه برابری از دو امتدی آمریکا به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم ائتلافایی که برابری عربستان سعودی صورت گرفته در مقابل یمن، خودش در حقیقت موجودیت بود چنین نظام را نشان میدن در کشورها. خب بدین ترتیب میرسیم به پایان برنامه ساعت سیاسی. تشکر میکنم از حضور آقای سجادی و جناب استاد مسعود در
این برنامه ساعت سیاسی. شکر. بینندگان ارجمند، از شما عزیزان هم به خاطر همراهیتان متشکرم. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا بزرگ.